چشمهای تو دروغ زنده است، از درویی دیدت آکنده است. گرگ خونخاری به ظاهر شکل میش، گونه هایت همچو جارو ریش ریش. کنیت ملا و نامت جاهل است، تنبلی در ذات و جسمت کامل است. روی منبر میکشی عباس و هر، بعد منبر سفره پهن و شرب و خور. عادلت ری شهری قاتل ترین، زاهدت مصباح این فاسد ترین. آیت الله تو شکرخاره بود، حجت الاسلام تو آنکاره بود. قم که روزی شهر ایمان بود و دین، خاصگاه مذهب و شرع مبین، اینک اما شهر جور و کینه شد. دین به دست دین دنیایی شده، کار شیادان شیدایی شده. مرجع اعلی فروشد نان و آب، حضرت آقا شب و روز از خواب. آن یکی لاستیک اعلی می فروخت، دیگری لباده از مخمل بدوخت. آیتی دیگر زمین خاری کند، روز و شبها مردم آزاری کند. اهل بیت از کوفه در فریاد شد، با خبر از سید شیاد شد. خوب می دانم که یک بار دگر، سر زند در کوچه هایم شور و شر. ریش و عمامه است در آتش، ببین آخر فصل است، فصل آخری. علیرضا نوری‌زاده، جمعه پنجم اردیبهشت ماه 25 آوریل به شما سلام میکنم. ایراد نگیرید، باز تصویر پشت سرم عوض شد. دیروز اون تصویر رو گذاشته بودم، بعد خب اظهارات اومد آقا مسجد گذاشته. خب من به خاطر زیباییش گذاشتم، حالا یه شهر تهران میگذاریم تا بنده واقعا یه چیزی مثل همون خانه پدری پیدا کنم. اون یکی هم بس که شما گفتید دیگه تکراریه و قدیمی شد و عوض کرد. حالا مطمئن باشید یه تصویر بسیار خوبی پیدا خواهیم کرد و که در پشت سر من نمای خانه پدری باشه. من برج میلاد رو که ندیدم، ولی همه تعریف میکنه از اون بالا تهران خیلی زیباست و میشه دید. میتونم برم خانه پدر پدر، برم اصفهان. وقت بعد دوستان دیگری آقا رفتی اصفهان، شیراز یا ادرب، تبریز و مشهد چی، همدان چی. اینه که حالا میایم پایتخت و یه تصویر بسیار زیبا. بچه های عزیز، دوستان من، نازنینان هنرمند، اگر تصاویر زیبایی از شهر داریم برام بفرست، ممنون میشم. حالا دوستان دیگرمون هم گفتم بهشون، ولی شاید یه دفعه دید یه دانشوی دانشگاهی عکاس نازنین آماتور تصویری برام فرستاد که دل و جانم رو نیرو داد. مثل همون که رفت درختی رو که توی کوچه کوکبیه تو امیریه تو بوعلی، اون درخت کذایی رو که میگفتم پیدا کرد، بعد شهردار محترم رفت قطعش کرد. بگذاریم، چه چیزایی آدم میبینه و چه حرفایی. اما آنچه که من امروز در آغاز برنامه جمعه هم هست میخوام بهش بپردازم، مسئله این است که در جمهوری ولایت فقیه ما اصلا کاری نداریم اینا اخلاق رو میدونن یا نه. ما معلم اخلاق داشتیم، خدا رحمتش کنه، بعد معلم منطق ما هم شد آقای لبعی. نمیدونم اون زمان شاید حدود 67 سال داشت، مرد نازنینی بود، مرد وارسته بود، ناظم ما در دانشکده حقوق هم شده بود، مرد فوق‌العاده بود. بعد اخلاق رو که صحبت میکرد، مبانی درس اخلاق رو که بازگو میکرد، بخشایش به سنت ها و اخلاقیات ما ایرانی ها در چند هزار سال مرتبط میشد و یه مقدارش جنبه های مذهبی داشت، یه مقدارش جنبه های
قبیله‌ای و منطقه‌ای داشت بر پایه اینکه آدم‌ها کجا زندگی می‌کردن. خب طبیعی مردمی که در گیلان هستن به خاطر ارتباط نزدیکی با خارج داشتن زودتر از جاهای دیگه مدرنیسم رو پذیرفتن، ولی حرمت سنت‌هاشون هم همیشه داشتن، ولی آزاداندیشن، زن و مرد آزاداندیشن، نگاه تنگ نظرانه متعصب رو ندارن. بعد جاهایی میری خب دوچار این نگاه میشی به خاطر نوع زندگی. ولی شما اگر اسم بخوایم بذاریم، فاسدترین شهر دنیا قمه. هیچ شهری در دنیا به اندازه قم فاسد نیست. به خود شهر بی حرمتی نمی کنم، به کسانی که در این 35 ساله اومدن اونجا و شهر رو از اون حالت مذهبیش دور کردن. یادم هست مهمانخانه ارمی بود در قم، همیشه ما میرفتیم اونجا. اولین باری که یادمه 4 سالم بود، با مرحوم پدر بزرگم، پدرم و اقواممون عده زیادی رفتیم هتل ارم و آخرین طبقه بالا رو گرفتیم که از پشت بام هم استفاده کنیم، که روی پشت بام وقتی جا مینداختن و پشه بند و غیره و سحرگاهان صدای اذان که میمد، من بچه 4 سالم تحت تاثیر قرار می و قومی که خب بعدها هم میرفتیم و متفاوت بود. قوم امروز اما اون قوم نیست. دیروز براتون گفتم چه خبره. در همون مدرسه حقانی، مرحوم قدوسی رو اسمش یادم رفته بود، اون دو شهیدین بهشتی و قدوسی بودن که، حالا قبل از اینکه برم به این اخلاق بپردازم، این نکته رو براتون بگم. چندی قبل من براتون گفتم که کسی برای من گفت در نانی که مخصوص پخته میشه برای مقامات شیشه خاک شده میریزن، و یا در موارد دیگه حتی تصرف در دارو و مسائلی از این قبیل، چون گفت دستشون کوتاه، کاری نمیتونن برای مبارزه با این رژیم، باید متوسل به این چیزا بشن که اینا هزینه بدن. و من بالای منبر رفتم درس اخلاق بدم. نه آقا، اینا نظر اخلاق. آقا چی داری میگی؟ اینا مگه اخلاق سرشون میشه؟ حالا دیدم آقای رفسنجانی به این مسئله پرداخت. خیلی جالب بود که آقا نکنید خورده شیشه تو نون نریزید. و معلوم شد آقای رفسنجانی حداقل در میان این اهالی ورفقی ایشون توجه مبذول می‌فرمان و برنامه ما رو حالا یا می‌بینن یا می‌بینن و بهشون میگن که چنین مطالبی گفته شد. اما بریم راجع به اخلاق. مصباح یزدی فراوون راجبش براتون گفتم، راجب اعمالش و کارنامه سیاهش که سالها ادامه داشته و یک بار البته به علت شکایت همسرشون مرحوم آیت الله گلپایگانی به ایشون گفت که میدم از قم بیرونت کنن و وارونه ریشتن بترشن سوار الاغت بکنن. این آقا یه عده شاگرد پیدا کرد، یه عده عنوان شاگرد رفتن سراغ احمد فردید و مصباح یزدی. دو تن از خطرناکترین آدمایی هستند که یکی با عمامه و یکی با کراوات در آلوده کردن از خان صدها تن نقش اساسی داشت. این یه عده شاگرد خاص داشت. شاگرد خاصشو خیلی بهشون میرسید، به قول اهالی اصفهان به چاش بودن، و اینا خیلی بهشون میرسید. بعضا به خارج میفرستادشون، هزینه تحصیلشون رو میداد، دانشگاه میفرستادشون، که بعدها هدف و قصدش همین بود. آقای خمینی چون فساد این رو میشناخت و راش به دستگاه نمیداد، خیلی هم باش بد بود، یه بارم برده بودنش آقا ردش کرده بود، حاضر نشود ببین. حالا مؤسسه امام خمینی رو ایشون اداره میکنه. این افرادی که در شاگردی این آدم بودن تمام رذالت‌های ممکنه رو نصیب بردن، برای که وقتی استاد اون باشه شاگردم معلومه کی میشه و چه عرازل و اوباشی تبدیل به شاگرد مصباح یزدی میشن. آیت الله محمد تقی مصباح یزدی، عضو مجلس خبرگان، روحانی مورد نظر مقام معظم رهبری، 7 میلیارد شو کردن 20 میلیارد. یکی از این شاگردای ایشون که به همت بی اخلاقیات بودن و اراده
آقای محمد طی خان مصباحی یزدی ره به مجلس پیدا کرد. این آدم کسی نیست جز حمید رسایی. من دعواهای اینا رو در مجلس یا بیرون مجلس، خب دعوای خودشون میدونم، اهل بیت با هم دعوا میکنن، اما یه خطایی از آدم نباید رد شه. خیلی مهمه تو اون، حالا بگو اخلاقم نداری، اخلاقیات هم سرت نمیشه، اما یه خطایی رو باید رد نکن. حالا میگم براتون. آقای رسایی سخنانی قبل از دستور در مجلس کرد. چیا گفته؟ که بله این دولت امتیازهای متعددی داد، حداقلی که ستاندس سبب جری شدن دشمنان دیرینه انقلاب اسلامی شده، تا جایی که جبهه استکبار هر روز با ادعای تازه نه تنها توهین جدید میکند که در مقابل انفعال مدیران سیاست خارجی یک گام به پیش میرند. به این آدم بی اخلاق باید گفت چرا نمیری گریبان ولی فقیر رو نمیگیری؟ آقای هاشمی که گفت از اول تا آخر آقای خامنه‌ای تو جریان بود، کارت بلانش هم ایشون به روحانی داد، به ظریف هم ایشون گفت برو جلو و این کنید، من دستامو بردم بالا، جام زهر هم ایشون سر کشید و آقایون هم تماشا کردن. ایشون میفرمایند که بله باید مقابله کرد با این حالت انفعالی و مانع از این شد که در ژنو در توافق نهایی سر ما کلا بره. بعد ایشون میفرمایند که چند تا سوال مطرح. آیا میدانستید که بر اساس توافقنامه ژنو تمام تحریم‌های سازمان ملل، اتحادیه اروپا و امریکا که به بهانه نقض حقوق بشر و حمایت از تروریسم وضع شده بود سر جاشون میمونه؟ طبیعی است. انتظار داری نمونه؟ انتظار داری شما آدم بکشی در ایران بعد بری در سوریه هم خودت بکشی هم تروریست ها رو برای اونجا آدم بکشن، تو عراق، تو یمن، تو بحرین، وقت دنیا بیاد برای دست بزنه؟ نه جانم، از این خبران نیست. آیا می دانستید که بر اساس توافقنامه ژنو دولت ایران تعهداتی بیش از معاهده NPT را پذیرفته؟ چرا؟ به خاطر 14 سال دروغ گفتن، به خاطر 14 سال کلک زدن، به خاطر 12 سال مذاکرات بیهوده کردن و دروغ گفتن. آیا می دانستید که ایران بر اساس این توافقنامه پذیرفته که قطعنامه‌های شورای امنیت را به شکل رضایت بخشی به انجام برسانه؟ مگه می‌خواستی میتونست به انجام نرسانه؟ مگه وقتی تو عضو سازمان مللی میتونی قطعنامه‌های شورای امنیت رو رد کنی؟ نه، رد کنیم برن تو بنده هفت، بعدم میان بهت حمله میکنن، نابودت میکنن، مثل صدام، مثل قذافی. بله، بعد میگه که دولت ایران خواسته مذاکرات محرمانه بماند. برید یقه آقای خامنه‌ای رو بگیرید، به دستور ایشون مطبوعات نباید بنویسن، چیزی نگن و مذاکرات محرمانه باشه. خلاصه آقای خامنه‌ای واقعا دوستانی دور خودت جمع کردی، دوستان نادانی مثل این دیگه، اون خورده تشیش آبرورم به باد داد. اما ایشون بی اخلاقی رو اینجا به ظهور میرسون، چون همه رو مثل خودش میبینه. میگه که آقای ظریف با خانم شرمن رابطه داره، رابطه خصوصی، و این دو همدیگر رو به اسم کوچیک صدا میزنه و با هم دیگه مسائل خصوصیشون رو مطرح. در ذهن یک آخوند بیمار فاسد این حرفا چه معنی داره؟ خانم وندی شرمن یک بانوی محترم آمریکایی، صاحب خانواده، آقای ظریف هم دارای خانواده، و نه از نظر سن و سال اینا به هم میخورن، نه از نظر این حرفای بی ربط چیه در رژیم ولایت فقیه؟ ای آلوده دامنها که تمام اندیشه و فکر و ذکرتون جز این نیست، ای فاسد هایی که به نام نماینده ملت در درون پارلمان هستید، واقعا شرم‌آوره. یعنی وقتی من نگاه کردم و این حرفا رو دنبال کردم، نمیدونم، ما که نباید شرمگین باشیم، شرمگین باید ولی فقیه و دار و دسته حکومتیش باشه، شرمگین باید، حالا میام خدمتش میرسم، صادق لاریجانی رو.
کمپین مردمی نجات باغ سیب مهرشهر. نامه برای من نوشتن: ما عده‌ای از اهالی مهرشهر هستیم. مدتی است روند تخریب باغ سیب را زیر نظر داریم. کارهای مختلفی هم برای اطلاع رسانی به مردم انجام دادیم. تحقیقات مفصلی هم روی پشت پرده موضوع و متولیان تخریب باغ سیب انجام دادیم و این کمپین رو راه انداختیم. اشاره میکنه که ابعاد تخریب باغ سیب گسترده تر از آن است که تا کنون منعکس شده است. یک سناریوی دقیق و گام به گام برای آن توسط رئیس کل بنیاد مستضعفان که شخصا برنامه‌هایش را با رهبر حکومت اسلامی هماهنگ می‌کند طراحی شده که به صورت مرحله‌ای در حال اجراست. من میگه از چندی پیش همین کلید خورده. به دلیل فوریت موضوع و ضیق وقت فعلا به صورت تیتروار خلاصه موضوع رو براتون میگیم. مهمترین موضوع در حال حاضر خنثی‌سازی توطئه رسانه‌ای جمهوری اسلامی برای فرونشاندن اعتراض‌های خودجوش مردم از طریق ردگم کردن و وعده‌های بی سر و ته دادن و فرسایشی کردن موضوع، تفره رفتن از پذیرش مسئولیت، به ویژه گرفتن جریان اطلاع رسانی توسط شبکه خبر و سایت‌های سپاه مثل خبرگزاری فارس برای کنترل و هدایت ماجرا آنطور که خودشان می‌خواهند است تنها راه نجات باغ سیب امتداد اعتراض و پافشاری مردم در خواسته هایشان حفظ و احیای باغ سیب است. لذا باید مسئولان اصلی و قصد و روششون رو ما به اطلاع شما برسونیم تا دوباره فریب بازی آنها را نخوریم. خب این رو فرستاده بودن، بنده هم براشون خوندم. اگر اطلاعات بیشتری هم در این زمینه بدن بسیار خوشحال خواهم شد. و اشاره‌ای هم که کردن، گفتن که بنیاد مستضعفان اومده انگشت گذاشته رو این جریان، به بهانه‌های مختلف روند آبیاری و آبرسانی به باغ مختل شده، از زمستان 92 به بهانه هرس درختان و تعریض پیاده‌روی کنار باغ در بولوار دانش مهرشهر تعدادی از درختان کهنسال و بسیار زیبای باغ را قطع کردند. و این نشون دهنده اینه که به هر حال اینا قول می‌دن دنبال اینا که بیان اینجا رو بگیرن، یه نقشه‌ای براش دارن و برنامه ریزی خب خیلی اینا مفصله. من حالا باید بعداً در رابطه با این صحبت کنم. آقای هاشمی رفسنجانی، پدرخوانده دولت روحانی، مخالفان روحانی را یک اقلیت مغرض می‌خواند و او میگوید که در دیدار با اعضای حزب کارگزاران میگه که تحزب راه تجربه شده دنیا برای تعمیق تدریجی مردم سالاری در جوامع است. تقویت جمهوریت نظام اسلامی میطلبد تا بر اساس صراحت قانون اساسی در تعدد احزاب برنامه ریزی کنیم و غیره. بعد میگوید که اقلیت مغرض چشم بسته به میدان نقد آمده و در تاریکی رویگردانی مردم از خود کاه را کوه می سازد تا به وظیفه خیش در مانع تراشی برای دولت عمل کند. آقای هاشمی ظاهرن به نظر من اینا رو به ما نباید بگه، اینا رو باید بره به آقای رهبر بگه، رهبر معظم انقلاب، که این طور از این اصولگرایان حمایت میکنه. یک اظهار نظر جالبی هم شنیدم که به هر حال به نظر من قابل تأمل بود، که آقای صادق لاریجانی فرمودن که بله ما ول نمی کنیم، ما اومدیم با اخلالگران مبارزه کنیم، سرکوب می کنیم جلوشون. چرا به رژیم شاه ایراد می گرفتی؟ شاه مگه چیکار می کرد؟ مگه در اون زمان هم اخلالگران و تروریستایی که با موتور میرفتن بانک سرقت میکردن و رئیس بانک رو میکشتن، نظامی ها رو تو خیابون ترور میکردن، آمریکایی رو میکشتن، مگه غیر از اون باشون رفتار شد؟ همین کار رو میکردن، منتها 100 درجه اونا رحم بیشتری داشتن، مروت بیشتری داشتن، مثل شما نبود. نگاه کن
آقای صادق لاریجانی، داماد حضرت آیت الله العظما وحید الخراسانی مرجع اعلای قم و رئیس قوه قضاییه ولی فقیه. ببینیم چه میگه. این تسامحی که نسبت به اینها روا شده متاسفانه ظاهراً بد تلقی شده. هشداری شدید به برخی رسانه‌های حاشیه‌ساز و نشر دهنده اکاذیب. رئیس قوه قضاییه امروز صراحتاً به برخی رسانه‌ها و مطبوعات که در امتداد رسانه‌های ضد انقلاب اقدام به فضاسازی و شایعه‌سازی و نشر اکاذیب می‌کنند گفت تصور نکنن که فضا تغییر کرده و قرار با اونها تسامحی بشه. یه حال داستان محترم تهران و در شهرهای دیگه داستانها بسیر باشن، رصد کنن و در چارچوب مقررات کاملا باید برخورد کنن با این جریانات و با هر گونه و با هر گونه فضاسازی، نشر اکاذیب، تحرکات و اخلال در امنیت و نظم باید کاملا برخورد کنن و هیچ مجالی برای این حرفا نگذارند. ما امیدواریم که بدانند و بفهمند این افراد که نظام هیچ کوتاه نخواهد اومد و اگر دقت بکنید نظام هیچ کوتاه نخواهد اومد. راجع به چی؟ دو تا بیچاره روزنامه اومدن اظهار نظر فامیل کتک خورده های اوین رو نوشتن، این میشه با ضد انقلاب هم صدا شدن. اینا رو ببینید بفهمید رژیم سست و بی پایه و بدبخته. اینا رو نگاه کنی، ولی اگه رژیمی اطمینان خاطر داشته باشه، به خودش متکی باشه، ترسی نداره. خب بیان انتقاد بکنه، اشکال نداره. ولی رژیمی که بیچاره است، مفلوکه، صبح تا شب داره تو سر خودش میزنه خارجی توطئه، از یک کلمه، از یک واژه میلرزه. شما فکر میکنید که اینا قویان در آدم کشی؟ بله، در شکنجه، ولی آنقدر اینا سستن که حد نداره. 10 روز تظاهرات اینا رو کله پا میکنه. اگر سال 88 تظاهرات هدایتگر درستی داشت، اگر اونهایی که مردم به خاطرشون بچه هاشون رو به کشتن دادن قصد بازگشت به عصر طلایی امام رو نداشتن و مشخص میکردن که هدف رسیدن به آزادی و رسیدن به دموکراسی و مردم سالاری است، ایمان داشته باشید مردم به خانه باز نمیگشتن. حالا بریم، دیروز گفت فرع و گذاشتیم، امروز اصل. دیروز رفتیم اون گروه بسیار زیبایی که ترانه های زنده یاد محمد نوری رو میخوندن، حظ بصر و سمع و گوش و دل بردیم. حالا صدای عصر رو بشنویم، محمد نوری با شعر جاودانه نادر ابراهیمی و عشقی که هر دو به ایران داشتن. برای پرسیدن نام گلی ناشناس چه سفرها کرده ایم، چه سفرها کرده ایم. ما برای بوسیدن خاک سر قله ها چه خطرها کرده این، چه خطرها کرده این. رنج دوران برده ای، رنج دوران برده ای.
سری تابان شبان خون دلها خوردهیم خون دلها خوردهیم لا 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 La 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 چه سفرها کرده ایم چه سفرها کرده ایم ما برای نوشیدن شورابه‌های شبی چه خطرها کرده ایم چه خطرها کرده ایم رنج دوران برده ایم رنج دوران برده ایم ما برای جاودانه ماندن این عشق خود خون دلها خورده ایم خون دلها خوردیم لا 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 رنج دوران برده‌ایم
برای آنکه ایران گوهری تابان شود. خون دلها خورده ایم، خون دلها خورده ایم. با درود دوباره خدمت شما، مطمئنم شما هم مثل من از صدای جاودانه محمد نوری لذت بردید و این ترانه درخشان که در بند بند شدم عشق به ایران رو حس میکنه. نادر انسان جالبی بود، نادر ابراهیمی بسیار دلبسته به زنده یاد داریوش فروهر بود. با محمد علی سپانلو، اسماعیل نوریعلا و بچه هایی که یه دوره در دارالفنون بودن، بعد همشون هم نامدار شدن و نادر نویسنده بود، قصه نویس بود و بعد پاش به تلویزیون باز شد، شروع کرد اون سریال حامی و کامی رو ساخت و کارهای قشنگی کرد، کارهای ابتکاری جالبی. و دردناک این که در پایان زندگیش دچار بیماری شد، الزایمر و تبعیاتش، که بسیار بیماری تلخ و دردناکی است و کم شعر میگفت به ندرت، ولی آنچه را گفت قشنگ بود. بعضی ها هستن یه لحظه توی شعر مثلا، ولی این لحظه ماندگار میشه. حیدر رقابی حاله مرا به بوسو میگه، شعرهای دیگه هم میگه، ولی میمونه، جاودانه میشه. وقتی میخوای ورق بزنی دفتر شعر رو، جای او هم هست. اینا کسایی هستند که به هر حال نام و یادشون برای ما همیشه خواهد ماند. گاهی اوقات چقدر دلم تنگ میشه بشینم یک ساعت راجع به سینما حرف بزنم، راجع به شعر. دیروز داشتیم با رامی صحبت میکردیم سینما ایتالیا و یه باره رفتیم به بوکاچیو 70 و رفتیم به فلینی و رفتیم روم بعد از فلینی و رفتیم گل آفتابگردان، فیلم های مارچلو. چقدر قشنگ بود، چه سینما ایتالیا انسانی بود. وقتی نگاه میکردی فیلم ها از زندگی چون سرچشمه میگرفت، از همون دوز دوچرخهی که دسیکا شروع کرد و اومد رسید به گل آفتابگردان و سینما، حالا پازولینی سینمای خاص خودش رو داشت که یه جوری بود، حالا بعضیا نمیپسندیدن، به خصوص وقتی اومد تو ایران فیلم برداری کرد و صحنه‌ای رو تو فیلم گذاشت به اسم 1001 شب، صحنه‌ای رو گذاشت که خب خیلی‌ها نپسندیدن، ولی در کل زفیرلی، یعنی در کل آدم سینما ایتالیا بزرگانی داشت که بعد رسیدیم همینجوری داشتیم صحبت میکردیم دونه دونه رسیدیم به وودی آلن که من خیلی دوستش دارم، رسیدیم به اسپیلبرگ. رامین برام گفت که از در 14 سالگی فیلم 8 میلیمتری که ساخته برنده بهترین فیلم میشه، فیلم کوتاه. فیلم دانشنامه دانشگاهش اسکار میگیره و بعد شیندلر لیست رو میسازه که آدم نمیدونه راجبش چی بگه واقعا. اون وقت آره فیلم اولش نامزد اسکار شد، ولی خیلی جالبه که آقای سعید امامی در اون نطق کذاییشون در دانشگاه بوعلی که دست من رسید اولو در چندین جا پخش کردم و سخنرانی کردم راجع به قطعه زنجیره‌ای و در آلمان هم البته موقعی که داشتم راجع به جنایات رژیم میگفتم، تالی خارجی رژیم یعنی ولی فقیه اون وقت مقیم بغداد، افرادش ریختن سر بنده و بینی شکستن و چهره خون‌آلود کردن، که اونم موقعی بود که داشتم راجع به جنایات سعید امامی و رژیم میگفتم. به هر روی ایشون میاد اونجا راجع به اسپیلبرگ میگه بله آمریکایی‌ها اینو آوردن که بعداً برای صهیونیست‌ها فیلم شیندلر لیست رو بسازه. اون همه زیبایی رو این مردک نمیدید، اون همه انسانیت رو، اون همه عشق رو. بله رفتیم از اسپیلبرگ به دونه دونه سینماگران همینجوری باشون
رسیدیم به پولانسکی و فیلم ویالون، که همیشه همیشه این فیلم ماندگاره چقدر زیباست. و گفتم آقا فیلم ببوس ولی گازم نگیر رو ندیدین؟ رقص وامپایر ها، رقص دراکولا ها، خفاش ها. و عجب فیلم قشنگی بود، از اون کمدی هایی که شارون تیت همسر او هم در اون فیلم بازی میکرد و بعد از اون بود که کشته شد با اون وضع فجی و اون کالتی که درست شده بود و 40-50 تا آدم به قتل رسید. به هر رو برگردیم دوباره، اینقدر حرف داریم توی این قطار خالی سیاست که نمیدونم چرا رهامونم نمی کنه، همینجوری هست و ادامه دارد. امیر ترکی الفیصل، برادر وزیر خارجه سعودی که یه زمانی هم رئیس سازمان اطلاعات عربستان بود، سفیر عربستان در انگلستان آمریکا، سخنرانی در بحرین کرده روز چهارشنبه 23 آوریل. حرفی زده اینجا که باید روش تأمل کرد. گفته که بله، ما با ایران دشمنی نداریم، ایران هم خیلی دوست داریم و بدخواه مردم ایران، مردم مسلمانش نیستیم، اما برای حفظ امنیت منطقه لازم است تا کشورهای خلیج فارس به طور مشترک، البته ایشون فارسش رو نگفته، من گفتم، موازنه قوای واقعی از جمله در زمینه فناوری هسته‌ای را برقرار کنند و برای هر گونه پایانی برای پرونده هسته ایران آماده باشند. برهم خوردن این موازنه می تواند به رهبران ایران اجازه دهد تا از کمبودها سوء استفاده کرده و به ما آسیب برساند. این خیلیه، یعنی این برداشت و تصوری که وجود داشته باشه که جمهوری ولایت فقیه دروغ میگه و در این بازی کلک داره میزنه، که برای خیلی هم هست، این برداشت میتونه پیامدهای بدی داشته باشه. بدترین اتفاقی که برای منطقه میتونه بیفته شروع یک مسابقه اتمی است. چون الان امارات رفت قرارداد بس با فرانسه، با امریکا، فردا بقیه کشورام تو این دور بیفتن، میلیاردها ثروت منطقه بره، و تمام به خاطر اینکه 4 تا روزخون تو ایران خواب بمب اتمی رو دیدن. این بسیار اسباب نگرانی است. کمان که امروز جنگ شیعه و سنی که راه افتاده، به قول دکتر فرابخش، یکی از دلایل آوردن روح الله مصطفی به قدرت همین بود. اون تا خودش نمون، جانشینش این کار را ادامه داد. جنگ شیعه و سنی. سوریه دقیقا شده پایگاه، یعنی بستر این جنگ، بستر این جنگ خونین. و این حضرات فکر میکنن این به ایران نمیکشه. اوردی کشیده. 14 میلیون سنی از رژیمی که حاکم بر ایران نفرت داشته باشن، آخرش به کجا میکشه؟ خیلی روشنه، خیلی ساده است. بارها من در اینجا گفتم این خطکشی و تبعیض نتایج بسیار وخیمی برای وحدت و همبستگی ملت ایران داره، خیلی خطرناکه و اینا حالیشون نیست. اما در این میان یه خبر خوشحال کننده، این تفاهم بین فلسطینی ها منو خیلی امیدوار کرد. رژیم سوریه گرفتاره ولی جمهوری ولایت فقیه هنوز هست. هنوز هم من گاهی فکر میکنم نکن آقای محمود زهار صدا بزنن تهران بیا دست ولی فقیه رو ببوسو این 5 میلیون دلار رو بگی که به هم بزنه. اسماعیل هنیه وقتی دیدم با عزام احمد نشسته بود و آقای موسی ابو مرزوق و با هم توافق کردن که دولت آشتی ملی و بیشتر هم تکیه روی تکنوکرات بودن اون به وجود بیا تشکیل بشه، آمریکایی ها حرفی زدن که ما نگرانیم. چرا نگرانن؟ میگم حقم دارن دقیقا، چون افتادن توی یک میدونی که بسیار میدون بدجوری است. یه طرف اسرائیلی ها نمیخوان زمین رو تخلیه کنن، قصد باز پس دادن اراضی اشغالی رو ندارن، یا اینقدر میخوان طول بدن تا این نسل ها همه بین برن، به این خیال دیگه نسل بعدی آقا میره تو رپ و رقص رو یادش نه. اما هیچ انسانی وطنش رو از یاد نمیبره، وطن تو رگ و ریشه آدمه. فلسطینی الان اومده بیرون، تو آمریکا بهترین زندگی رو داره،
اما کلید خونش رو توی بیت المقدس دستشه، کلید خونش تو حیفا دستشه. میگه درست خونه منو گرفتن، ولی روزی که پدرمو بیرون کردن این کلید رو با خودش آورده. محمود درویش تو شعراش اشاره، تو یکی از شعراش بر میگردیم، نحنو آئدون. الان ماها که از وطنمون دور شدیم و اهالی فیضیه و حوزه مملکتمون رو گرفتن و شاگرد مکانیکا و شاگرد مکانیک نه شاگرد دو شخص سازه و سوان فروشا، داماد آقای وحید خراسانی و داماد آقای مطهری. خیلی جالبه، داماده و پسره اونجوری شد، داماده اینجوری، پسره خیلی آدم شجاعیه، علی خان. به هر حال این عشق به وطن تو بدن، تو وجود میمونه، تو رگ میمونه، تو تن میمونه، تو روح میمونه. هنوز ابو رومانه، پیرمردی که حالا 90 سالشه، به یاد اناری است که از درخت خانه پدری میکند و میخورد و حالا جای خانه پدری او یه ساختمون بلند ساختن و اسرائیلی نشستن توش. کیا؟ مهاجران اوکراین، مهاجران روسیه. آقای لیبرمن میشینه، اما او که هزاران سال اونجا ریشه داره، او حق نداره باشه. و حق العوده، حق بازگشت، این حقیست که از هیچ انسانی نمیشه گرفت. و اگر قرار است که دو کشور، دو پسرموهای دشمن در کنار هم به سلامت زندگی کنند، هر دو باید حق حیات دیگری رو به رسمیت بشناسن، همینطور که حماس باید اسرائیل رو به رسمیت بشناسه. اسرائیل در چارچوب حدود 1967، قبل از 5 ژوئن 67، اسرائیل هم باید ملت فلسطین رو به رسمیت بشناسه، باید بپذیره که یک ملتی است، هویت داره، فرهنگ داره، تاریخ داره، قضا داره، شعر داره، قصه داره، ادبیات داره، فرهنگ داره، دین داره. این رو باید بپذیره، به رسمیت بشناسه، ولی روزی خواهد رسید که تعداد فلسطینی ها در داخل خود اسرائیل 5 برابر میشه، زاد و ولدشون زیاده. این یک پالیسیه. اسرائیل باید بشینه منطقی با اینا گفتگو کنه. حالا حماس اگر ملتزم باشه به بندهای توافق دوحه و قاهره و مکه، طبیعتا دیگه نمیتونه به اسرائیل موشک بزنه، باید اسرائیل به رسمیت بشه، چون سازمان آزادی بخش فلسطین به عنوان کیان اصلی اسرائیل رو به رسمیت شناخته. آرزو میکنم، واقعا آرزو میکنم این آشتی منبع و سرمنشأ خیر برای منطقه باشه و حماس هم دست از بازیاش برداره و مردم فلسطین و اسرائیل دوستانه، برادرانه در کنار هم زندگی کنن و اسرائیل بیاد به این برادراش که عقب موندن از دنیا کمک کنه، کمک کنه بگذاره این کشور فلسطین هم که حداقل مردمش قابلیت‌های زیادی دارن، باید بهشون کمک کنه، میدون بده، فلسطینی‌هایی که خارج درس خوندن برگردن. بالاترین حد تحصیل رو در کشورهای عربی داره فلسطین، برگردن و کشورشون رو بسازن. اون اولی که اسلو امضا شده بود و عرفات به رام الله رفت، چقدر جالب بود، هر روز در حال سازندگی، چه در غزه، همین ساختمان‌های مدرنی که تو غزه می‌بینیم مال اون زمان، ثروتمندای فلسطینی برگشته بودن، پول می‌ذاشتن، کویت، عربستان، قطر، دبی، اینا همه داشتن سرمایه گذاری میکردن و داشتن میساختن. چه بگویم، آتش به جان شمع فدت کین بلانا. با پول جمهوری اسلامی و تحریک جمهوری اسلامی حماس رو انداختن که اعلام استقلال بکنه بر خودشون جا. آقای شارون هم قشنگ این بازی رو کرد، چون به نفعش بود، چون هر زمان میدید اگر دو تیکه شده باشه فلسطین، خب به نفع اوناست. تا طرف سلجو، ابو مازن و سازمان آزادی بخش و دولت خودمختار، تا میخوان برن طرف سلجو، اونا خرابکاری میکنن، خب این به نفع اسرائیل دیگه در دراز مدت. در این حال میگه ببین، فلسطینی ها لیاقت ندارن که یک دولت مستقل داشته باشه.
اشاره بکنم به انتخابات افغانستان. من یادتونه اینجا به شما گفتم من نگرانم، همجور که دارن کشش میدن یه بازی پس پرده است. آقای عبدالله عبدالله به طور قطع با آرای بالای 50% پیروز شده. آقای کرزای نمیخواد زیر بار بره، میخواد بازی کنه، میخواد شعبده جمهوری ولایت فقیه رو اونجا هم پیاده کنه. بالاخره گفت قربان از اون سینه شیر خوردنیشونه، کیسای پلاستیک دلار رو از اون رژیم گرفتن، باید مطابق میل اون رژیم هم کار کنه. و دکتر عبدالله عبدالله انسان شریف با شرف و آزاده الان گرفتار بازی اینها شده. بله ایشون 42% آرا رو درآورد، بسیار 43.7%. آقای اشرف غنی احمدزای 32.9، 85% آرا رو هم خونده، یا 82%، 18-17% دیگه مونده. هر بازی میتونن توش بکنن. با همین مدل رئیس کمیسیون انتخابات افغانستان که داشت حرف میزد گفت شک دارم که در دور اول تصفیه بشه، زمزمه رو کردن بکشونن دور دوم، همون بازی که کرزای دفعه گذشته باز با دکتر عبدالله کرد. و دکتر عبدالله وقتی دید بازی چیه سنگین و رنگین خودشو کنار کشید و آلوده نکرد که بعد بیاد آقای کرزای بگه بله من بردم با اکثریت آرای فلان. نه، او رفت خودشو گفت بازیگر خودتی، بازی کن. این بار ولی به نظر من به این راحتیانه نمیتونن کلاه بذارن سر مردم افغانستان. رأی من کو در افغانستان هم میتونه تکرار بشه و آرزو میکنم آقای کرزای هوشمندی بکنه، مداخله نکنه، بگذاره مسیر طبیعی آراتی بشه و فردی رو که مردم بهش اعتقاد داشتن انتخاب بشه. آقای اشرف غنی هم یه دیپلمات، یک شخصیتی است که به هر حال دارای تجربه اداره امور بین المللی است. ایشون میتونه وزیر خارجه بشه، ایشون میتونه نخست وزیر بشه، به هر حال هر کاری رو میشه برای ایشون در نظر گرفت. و این به نظر من خیلی اسباب تأسف، اگر ببینیم اینها بخواهند راه دیگری رو برند و کار دیگری کنند. نظام حقوقی جامع کامل و مترقی برای دریای مازندران. آقای ظریف خزر چیه؟ دریایی رو به اسم اقوام وحشی که پدر ایران رو درآوردن گذاشتید و از نام بردن اسم زیبای مازندران پرهیز میکنی؟ اهالی گیلان هم قربونتون برم ناراحت نشین، مازندران هم بخشی از وطن ماست، به اضافه اینکه ساحل مازندران در اونجا بیشتره. و این اسم دریای مازندران اول بوده البته کسپین که میشه دریاچه قزوین، ولی هیچ وقت خزر نبوده. این اسم بی مسمای خزر رو من نمیدونم جمهوری ولایت فقیه چرا انقدر اصرار داره به این اسم. لازم نکرده شما اسم جعل کنید، اسم را مثلا شط العرب اروندرود، نه آقا جان اروندرود شط العرب نیست، همونطور که خلیج فارس خلیج عربی نیست، خلیج فارسه. شط العرب هم شط العربه. چرا میخوایم اسما رو تحریف بکنیم؟ چرا دریای مازندران نه و دریای خزر؟ آقای ظریف میگویند که تعیین و اعلام محدوده 20% از بستر دریای خزر به عنوان حداقل منطقه انحصاری ایران برای بهره برداری از منافع نفت و گاز از جمله اصول اساسی حاکم بر مواضع ایران درباره دریای مازندران، نه خزر. آقای ظریف دیگه اینو ما انشالله نمیشنویم از شما. خیلی خوب، آیا روسا زیر بار 20% میرن؟ قزاقستان میره، ترکمنستان میره، آذربایجان میره؟ I doubt it، تصور نمی کنم. چارچنگولی چسبیدن آذربایجان که اصلا داره میمکه نفت و گاز رو در اونجا، ما یه دونه دکل استخراج نداریم در اونجا. و چون حق ما رو خوردن و محدود کردن مالکیت ما رو به 11.5% تو اون خط ساحلی و در عمق دریاچه ما جا نداریم، بنابراین نفت هم نمیتونیم بریم استخراج کنیم. بسیار اسباب تأسفی که یک رژیم بی‌لیاقت این گونه از مصالح ملی ما میگذره. اگر در رژیم گذشته بحرین رو
که 150 سال بود از ما جدا شده بود، از دست دادیم، ولی حاکمیتمون رو به دریای بر خلیج فارس با داشتن تنب کوچک و بزرگ و ابو موسی تثبیت کردیم. به اضافه این که چون ما قدرت بزرگ منطقه‌ای بودیم، حقوق ما همه جا رعایت میشد. اتحاد شوروی اون طرف بود، ولی حقوق ما در دریای مازندران مصون بود. نگاه کنید، تاریخ بخونید، باز بر میگردم براتون میگم باقرخان کاظمی چندین ماه و بلکه یک سال و نیم می جنگه برای یه ماده رو برداشتن از توی معاهده 1921 ایران و روس. اینقدر به وطن علاقه داشتن. حسین علا، آقای انصاری که وزیر خارجه ایران بوده، اینو در کنفرانس پاریس بودن گفتم براتون، مشاورالملک چه جور بلند میشن، برمیگردن به دنیا میگن آقا شما که الان عثمانی رو دارین تیکه پاره میکنی، حالا جای دیگه، ولی اون جایی که مال ماست به ما پس بدید، پا میشه سر سلیمانیه و باکو و 17 شهر قفقاز و دهکده فیروزه و سرخس اون طرف و پا میشه میجنگه، مبارزه میکنه، تلاش میکنه. و این رژیم بیلیاقت فقط بلده تحریک مذهبی بکنه، ایرانی ها رو به جون هم بندازه، در خارج از کشور هم این کار رو بکنه و این نتیجهش. شما الان ببینید عراق انتخابات 4 روز 5 روز دیگه. در این انتخابات آقای مالکی میخواد هنوز بمونه، در حالی که 90% عراقی ها داد میزنن برو مردک، بودن تو باعث تجزیه عراق. و جمهوری اسلامی آقای حاج قاسم سلیمانی رو فرستاده، ایشون پاشده رفته با همه ملاقات کرده، با آقای نوجیفی هم گفته اگه کوتابی های مالکی جان که کابینه تشکیل داد 5-6 تا وزارتخونه چرب و نرم رو بهت میده، چیزایی که نصیب گروه العراقی آقای دکتر عیاد علاوی شد، ولی علاوی به وزراش گفت بیان بیرون، چون وقتی دید هیچ کاری نمیتونن بکنن، باید بشینن جرائم آقای مالکی رو تایید کنه. و امروز این نقش مخرب جمهوری اسلامی در عراق چیزی جز نفرت به بار نخواهد آورد. همونطور که در سوریه من داشتم نگاه میکردم تصاویر بمباران دیروز حلب رو، ادلب رو، شهرهای مختلف رو با این بشکه های انفجاری در یک بازار میوه، بازار میوه ساده، 18-19 نفر کشته شدن، تعداد زیادی بچه و زن کشته مجروح، و با چه وضع و روزی. وقت آقای خامنه ای از این رژیم حمایت میکنه، فرمانده سپاه آقای جعفری هم میگه ما با افتخار از مقاومت سوریه حمایت میکنیم، حضورای حزب الله هم که هستن و مشغول آدم کشی. بسیار جای تأسف داره. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. علیرضا نوری‌زاده، تا دوشنبه همه شما عزیزانم را به پروردگار عاشق می سپارم.